شاعری میگه تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا، تا در حضور خداوند وقت ندی مطمئن باش از سختی ها جدا نمیشی. یعنی بدی رو با انتقام جواب ندی، یعنی دشمنی رو با کینه و نفرت جواب ندی، خشم و عصبانیت رو با غضب و فریاد جواب ندی. باز در نویسنده مزمور 97 10 الی 12 اعلام میکنه: ای شما که خداوند را دوست میدارید از بدی نفرت کنید. این ذکر قدوسیته. او حافظ جانهای مقدسان خود است، ایشان را از دست شریران میرهاند. نور برای عادلان کاشته شده است. برای تک تک فرزندان خدا در زمان سختی ها و مشکلات خدا مرهمم گذاشته. در زمانی که احساس میکنی برکتی نیست توی زندگیت، خدا برای تو برکت گذاشته. مشروط بر این که بری برکت رو بگیری، آرامش رو بگیری، تسلی رو بگیری، قوت رو از او بگیری. نور برای عادلان کاشته شده است و شادمانی برای راستلان. ای عادلان، من میگم ای مقدسی، در خداوند شادمان باشید و ذکر قدوسیت او را هم بگوید. آمین. با قوت هم بگوید. باز مولوی اعلام میکنه: نه تو را در کار من آوردم، نه که من مشغول ذکرت کردم. درد عشق تو کمند لطف ماست، درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. اگر در حضور خدا میریم از قوت او پر میشیم، از شادی او پر میشی، این کششی است که خدا در وجود ما قرار داده و همین دلیلی خواهد شد که تو آروم میشی، تو پر از قوت میشی، پر از امید میشی. و این برکتیه که خداوند به ما داده تا بتونیم با قوت او رو بپرستیم. ذکر قدوسیت خدا برای مقدسین نیز مسئولیت میاره تا در اعمال و رفتار دور از هر گناه و طمع و رفتار ناشایسته و نیز حتی خیانت ها بتونن زندگی کنن. نویسنده اول تسالونیکیان پولس رسول اعلام میکنه 4:3-5: زیرا این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. دیگه حالا نمیگه مقدس میشه، قدوسیت شما. تو جایگاهی هستید که تحت پوشش نور و فیض خدا هست. زیرا این از اراده خدا، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا یعنی عهد شکنی بپرهیزید، تا هر کس از شما بداند چگونه باید ظرف خیش را یعنی ایام زندگی خود را در قدوسیت، در خوشنودی خود و عزت دریابد، برای جلال خدا زندگی کنه و نه در هوس مثل امتهایی که خدا را نمی شناسند.